ربه عبدك صادق في توبة فاغفر إلهي ماضي الأسرار. ربه يا رباه ذنبي قاتل وأنا المقصر واضح الأوزار. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم. بحث ما امروز در مورد صداقت و شرایط دوستی است. هر کدوم از ما آشنایانی داریم که با اونها معاشرت داریم و رفاقت، و کسانی که باز با آنها رفاقت داریم اما این رفاقت ما از بقیه بیشتره، در حدی که اگر ما بخواهیم نزدیکترین دوستانمون رو برشماریم نام چند نفر معدودی رو خواهیم برد. گاهی ما این چنین هستیم که انفعالی عمل میکنیم، یعنی در گزینش دوستان و آشنایان و کسانی که با اینها مراوده و رفاقت داریم ابتکار عملی در دست نداریم. با هر کس که مواجه بشیم ممکنه با او رفیق بشیم، صداقت پیدا کنیم، دوست ما باشه و گاهی هم از بعضی از اخلاق بد او دلخور و ناراحت بشیم. اما مؤمن و انسان متخلق میبایست که کیس و زیرک باشد و در معاشرتش با مردم هم ابتکار عمل رو به دست داشته باشه و حدود و ثغوری در ذهن خودش طرح بکنه. ابتدا ما با عموم مردم، کسانی که با اونها آشنا هستیم اما رفیق و دوست ما محسوب نمیشند، باید که با اخلاق نیکو و خوب رفتار بکنیم. بعضی ها به ما نزدیکتر میشن اما صداقت و دوستی آنها عمیق نیست، در حدی که در دنیا با ما مشارکت داشته باشند و منافع مشترکی داشته باشیم همراه ما هستن اما در دشواری ها نمیشه روی آنها حساب کرد. این قسمت دوم رو فرمودن که به همان مقداری که آنها نسبت به شما وفادارند و ابراز علاقه میکنند، شما هم با آنها خوب رفتار بکنید و جزء کسانی بشمارید که بالاخره با عموم مردم متفاوتند، اما تمام اعتمادتون رو به اینها ندید. این چنین نباشه که به اینها تکیه بکنید. قسم سوم که بسیار نادرند و اینها رو باید بسیار دقت کرد، اون دوستی است که به قول سعدی رفیق گرمابه و گلستان ماست و معاشر و همدم ما، مونس ما، و کسی که اگر ما در زندگی مشکلی داشته باشیم روی دوستی و رفاقت او حساب میکنیم. این قسم سوم که مهمترین قسم هست رو میبایست که انسان بسیار دقت بکنه و در گزینش اینها شرایطی رو به کار بگیره و با هر کسی طرح رفاقت به این شدت نریزه. و اگر با کسی این چنین صداقتی داشت که احساس کرد که او دوست اوست و صدیق اوست و کسی است که در گرفتاری و شدت و نوائب دهر و هر مشکلی که پیش بیاد میتواند به او تکیه بکنه، حقوق متقابلی نسبت به هم خواهند داشت که باید اینها رعایت بشه و قدر این چنین دوستانی هم باید دانسته بشه. ابتداءً می‌فرمایند که با بعضی از اشخاص که صفات خاصی رو دارند شما دوست نشید و حد رو نگه دارید، مبادا که با اینها رفیق نزدیکی بشید که بخواید به اینها تکیه بکنید. یکی از این اقسام کسی است که دروغگوست، انسان کذاب، کسی که نمی‌شود به حرف او اعتماد کرد و سخنی که از زبان او بیرون می آید ممکنه که راست باشه و ممکنه دروغ. این چنین انسانی شایسته و
بایسته رفاقت نیست. باید دور او رو خط قرمزی بکشیم و از رفاقت با او برحذر باشیم. چرا؟ ببینید، کسی که در گفتار صدق گفتار نداره شبیه به ساعتی است که وقت درست رو به ما نشون نمیده و قابل اصلاح هم نیست. این چنین ساعتی نه تنها به ما کمکی نمیکنه، بلکه ما رو دچار مشکل خواهد کرد. فرمودن کذاب و دروغگو دور رو به تو نزدیک می نمایاند و نزدیک رو به تو دور. پس اعتماد به گفته او نشاید و برای رفاقت و دوستی این چنین دوستی رو نباید ما انتخاب بکنیم. و اگر هم او بنای با رفاقت با ما رو داشت، حدود رو نگه داریم تا اون مقداری که می توانیم ازش فاصله بگیریم. شخص دومی و به اصطلاح انسانی که این صفت دوم رو داشته باشه باید از او برحذر باشیم، انسان نادان و احمق هست. خب مردم مختلفند، درجات عقل مختلفه و هر انسانی هم نسبت به آنچه که خدا بهش داده، گاهی ما ممکن از عقلمون استفاده نکنیم و کارهایی نابخردانه انجام بدیم. انسانی که عقل زمام کارهاشو به دست نداره و کارهای او خردمندانه نیست و انسان نادان و احمقی در عرف محسوب میشه، او هم شایسته دوستی نیست و باز ما رو برحذر داشتن از رفاقت با شخص نادان. چرا؟ به خاطر اینکه شخص نادان حتی اونجایی که میخواد به ما نفعی برساند و به نفع ما کار بکنه، به ضرر ما کار میکنه. و این مثالی که در عرف فارسی متداول هست که گفته میشه دوستی خال خرسه، و براش مثال میزنن به اون به اصطلاح خرسی که با انسانی سر دوستی داشت و وقتی این صاحب خرس در جایی استراحت میکرد و خوابیده بود و مگسی مزاحم خواب این شخص بود و این خرس به خاطر کشتن مگس سنگی رو برداشت و به روی صورت این شخص زد. خب این مثال مثالی است بسیار گویا که انسان احمق و انسان نادان اون هنگامی که میخواهد به ما نفعی برسانه، ضرری از طرف او متوجه ما میشه. قسم سوم انسان فاجر هست و فاسق، کسی که از معصیت خدای متعال پروایی نداره و هر گناه و معصیتی از او ممکنه سر بزنه. اولین ضرری که از ناحیه او به ما میرسد این هست که اولا اون فسق و فجوری رو که خودش مرتکب میشه به ما هم تعلیم میکنه و ما رو هم دچار مشکل و گناه خواهد کرد. ثانیا این که انسان فاجر و فاسق، فرمودن گاهی شما رو به لقمه ای خواهد فروخت و گاهی به کمتر از لقمه ای. یعنی همچنان که از خدا پروا نداره نسبت به اینکه دوستی خودش رو با شما فدای امیال دنیوی و نفسانیش بکنه، هم باکی و ترسی نداره. خب به طمع لقمه ای یا از ترسی ممکنه انسان رو بفروشه و ما رو دچار مشکل بکنه. در روایت فرمودن که یا به کمتر از لقمه ای. شخص سوال کرد که کمتر از لقمه منظور چیه؟ فرمودن گاهی به طمع لقمه ای، یعنی حتی اون نفعی هم که منتظرش هست قطعی نیست، به خاطر یک نفع محتمل دوستش رو وا میگذارد و او رو متضرر میکنه. این هم قسم سوم. قسم چهارم فرمودن شخص بخیل و کسی که نسبت به مال طمع داره و بخل در اموال خودش داره، او هم خیری از او به ما نخواهد رسید. و فرمودن که اون وقتی که دچار مشکل بشید و بسیار به او احتیاج داشته باشید، حاضر نمیشه از مالش بگذره و دوستی او برای شما بیمنفعت خواهد بود و فایده‌ای نخواهد داشت. پس بخیل هم کسی است که از دوستی او باید حذر کنیم. قسم بعدی
کسی است که قاطع رحم هست، کسی که نسبت به پدرش، مادرش، اقوامش از او وفایی و صفایی نمی‌بینیم، کسی که نسبت به نزدیکان خودش دوستی نداره و رفاقت نداره، با پدرش و با مادرش خوب تا نمی‌کنه، قطعاً از صدیقش و دوستش هم اگر به اصطلاح چیزی ببینه که دلخور بشه، قطعاً از ما خواهد برید و دوستی انسان قاطع رحم هم دوستی مورد اعتمادی نیست. خب این 5 قسم بود که بیشتر به اصطلاح مبتلا به ماست. قسم دیگری هم در روایات فرمودن که انسان مبدع و کسی که بدعت گذار است و در دین خودش بدعتی نهاده و انسان منحرفی است، این هم اگر ما با او نشست و برخاست داشته باشیم و رفاقت بکنیم، باعث میشیم که بدعتی که او در دین گذاشته ما مروجش بشیم و تبلیغ بدعت او رو داشته باشیم. پس با شخص کج عقیده و کسی که عقیدش خراب هست هم باید طرح دوستی نریزیم، و اگر هم دوستی بین ما هست و دیدیم که دوست ما بدعتی گذاشت یا انحرافی اعتقادی در او مشاهده کردیم و قادر به اصلاح او نبودیم، باید از او ببریم و قطع این دوستی و علاقه رو داشته باشیم. همچنین از کسی که کریم است و اخلاق کریمانه و بزرگوارانه دارد، نسبت به او هم دوستی او غنیمت است، چرا که باز میشه بهش تکیه کرد و در صداقتش و در کرمش وفایی و صفایی دید. اما باید نسبت به این دو اون جهت دیگرشون رو برحذر باشیم، یعنی شخص عاقل رو نسبت به اخلاق بدش مراقب باشیم که به ما سرایت نکنه، و اون شخص کریم هم اگر مشورت عقلی به ما داد از او نپذیریم. اما قسم سوم، کسی که عاقل نیست و احمق است و کسی که کریم نیست و لئیم است، فرمودن از انسان پست و نادان، لئیم، احمق بپرهیزید و بهش نزدیک نشید که دوستی او هم فائده ای برای ما نخواهد داشت. و اما اگر ما دوستی رو برگزیدیم و این صفاتی که عرض کردم در او پیدا نشد، به نظر ما دوستی است متخلق که به درد دنیا و دین ما خواهد خورد. گاهی کسی با ما دوستی میکنه، اما در ادامه و در طول زندگی میتونیم او رو امتحان بکنیم و اونجاست که معلوم بشه که آیا این صداقت در چه حد هست. فرمودن اگر دوست شما 3 مرتبه بر شما غضب کرد و از دست شما ناراحت و عصبانی شد و در هیچ شک از این 3 مرتبه کلامی بر زبان نراند که شما رو از خودش براند و بدیگی رو نسبت به شما نداد، بلکه خودش رو حفظ کرد و زبانش رو حفظ کرد و تحمل کرد، روی صداقت و دوستی او می توانید حساب بکنید. پس یکی از راه‌های امتحان کردن دوستان این هست که اونجایی که کار ما او رو به غضب میاره، ببینیم آیا تحمل میکنه یا نه تحمل نمیکنه، و به محض اینکه دلخوری از ما میبینه، پایان دوستیش و صداقتش با ماست. نسبت به دوستانی که از این مرحله هم رد بشن، یعنی در هنگام غضب بر ما حرف ناشایستی رو تحمیل نکنن و کلامی به زبان نرانند، هم اون دوستی که در سختی ها ما رو وا بگذارد یا زبان به ملامت باز کنه و شروع کنه که چرا این کار رو کردی، چرا این معامله رو کردی که ضرر کنی، چرا اینجا رفتی که این بلا سرت بیاد، و به جای اینکه دست ما رو بگیره و به ما یاری بده، دیدیم زبان به تأییر و سرزنش و نکوهش ما باز میکنه، این هم شایسته رفاقت نیست. و این شخصیه که دنبال میگرده ببینه کجا نقطه ضعفی از ما میبینه که اون رو به رخ ما بکشه.
خب روایت زیبایی است که بعضی از شرایط صداقت و رفاقت رو برای اصدقا بیان کردن که اینو از رو خواهم خوند و بعضی از قسمتاش رو توضیح عرض خواهم کرد. فرمودن که اذا نازعک الى صحبت رجال حاجتون فاسحب من اذا صحبته زانک، هنگامی که میخواهی با شخصی مصاحب و همراه و دوست باشی با کسی باش که بودن تو برای او زینت تو محسوب بشه، که افتخار بکنی با رفاقت و همراهی او، نه اینکه دیدن تو با او باعث ننگ و آر تو محسوب بشه. و اذا خدمته سانک، اگر تو به او خدمتی انجام دادی نسبت به تو حفظ بکنه و شؤون تو از بین نبره و به تو توهین نکنه. و اذا اردت منه معونتن اعانک، اگر ازش کمک خواستی و دست یاری به طرف او دراز کردی به تو کمک کنه و به تو یاری برسانه. و ان قلت صدق قولک، اونجایی که سخنی میگی و حرفی میزنی تو رو تصدیق بکنه و به تو اعتماد داشته باشه و گفته تو رو باور کنه. و ان سلت شد سولک، اونجایی که تو نسبت به کاری از خودت شدت نشون دادی او پشتیبان تو باشد و به تو کمک کار تو و یار تو باشه، نه اینکه پشت تو خالی بکنه و تو رو باق بگذاره. و این مدد تأییدک به فضلن مدها، اگر دست تو به طرف او دراز کردی او هم دستش رو به طرف تو دراز کنه. و این بدت من که سلمتون صدها، اگر زشتی و به اصطلاح خللی و نقصانی در تو دید اون رو بپوشانه و به رخت نکشه و به دیگران اعلام نکنه. و این رآمن که حسنتن ادها، اگر خوبی های تو رو دید بشماره و بگه که این فلانی، این دوست ما، این صفت خوب رو داره، نه اینکه خوبی های تو به چشم اون نیاد و بدی های تو رو مورد شمارش قرار بده. این سألته و اعتاک، از او چیزی خواستی به تو عطا کنه. و این سکتتن ابتدعک، اگر چیزی هم نخواستی ابتداعا این شأنیت رو داشته باشه که خودش دوست داشته باشه به تو هدیه بده و به تو عطایی داشته باشه. و این نزلت بکه احد الملمات واساک، اگر سختی و مشقتی و دشواری در زندگی به تو رسید او در اون مشقت و سختی با تو شریک بشه و نه اینکه به محض اینکه دید گرفتار شدی تو رو رها کنه و پی کار خودش بره، از طرف او هیچ سختی و دشواری به تو متوجه نشه. و اگر در امری با هم رقابت کردید و دید که خیری میخواهد به تو یا به او برسد تو را بر خودش مقدم کنه، یعنی نسبت به تو ایثار داشته باشه، اونجایی که خیری و خوبی و چیزی دائر است که یا به من برسه یا به دوستم، باید که دوست خودم رو بر خودم مقدم کنم. خب اینها شرایطی بود که عرض کردیم. البته هر دوستی و هر صدیقی بالاخره خللی و نقصانی و اشکالاتی ممکنه داشته باشه، همچنان که هیچ کدوم از ما هم خالی از صفات رذیله و نقصانهایی در اخلاقیات خودمون نیستیم. بنابراین نمی باید که ما دنبال صدیقی و دوستی بگردیم که هیچ مشکلی نداشته باشه، که در این صورت بدون رفیق و بدون دوست باقی خواهیم ماند و سطح توقع همون هم نسبت به دوستان باید پایین باشه، که امام صادق فرمودن من لم یرز من صدیقهی الا بالایثار علی نفسه دام سخطه، کسی که از دوستش راضی نمی شود مگر اینکه او نسبت به این شخص ایثار و از خودگذشتگی داشته باشه، این همیشه ناراحت و سخطناک نسبت به دوستانش خواهد بود، چرا که اکثر دوستان نسبت به رفیق خودشون معمولا ایثار نخواهند داشت.
و در آخر هم باز روایتی است از امام صادق علیه السلام که می‌فرمایند که صدیق و دوست رو امتحان کنید به سه خصلت و به سه صفت. فان کان معاتیا فیها فهو صدیق المصافی، اگر در این سه خصلت با شما موافق بود او دوستی است که دوستی او بی شائبه و با صفا و اثر صدق و صفاست، و الا در دوستی او باید بر حذر بود. تبتغی منهم مالا، اونجایی که مالی و چیزی از او خواستیم مشخص میشه که این دوستیش چقدر اثر اخلاص هست. او تأمنه على مال، یا مالی و شیء گرانبهایی رو در نزد او به ودیعه گذاشتیم. ببینیم آیا این رد امانت درش هست یا نه، امین هست یا خیر. او تشارکه فی مکروه، یا سختی و دشواری که بر سر ما آمد آیا با ما مشارکت میکنه و هم دردی داره یا خیر. خب اگر اینها باشه سزاواره که انسان تا جایی که میتونه دوستهاشو زیاد بکنه و با خیلی ها آشنا بشه، که لقمان به فرزندش این چنین وصیت میکنه که هزار دوست بگیر و هزار دوست کم است، و یک دشمن هم مگیر که یک دشمن هم بسیار. دوستی که از سر صدق و صفا باشه هر چقدر که بیشتر باشه میتونه ما رو در امر دین و دنیامون کمک کنه. آخرین روایتی که خدمت عزیزان عرض میکنم از امام باقر هست که ایشان هم فرمودن که لا تسمر رجلا صدیقا سمت معرفت حتی تختبره به سلاس، هیچ شخصی رو دوست خودت مشمار مگه اینکه این سه خصلت رو داشته باشه. تغضبه و تنظر و غضبه، اون هنگامی که او رو به غضب میاری ببین که در هنگام غضب و عصبانیت چطور با تو رفتار میکنه، آیا غضبش او رو از حق خارج خواهد کرد یا نه. و عند دینار و درهم، در هنگامی که مالی از او خواستی یا احتیاج پیدا کردی ببین آیا همراه تو خواهد بود یا خیر. تسافر معه، و اونجایی که با او به مسافرت رفتی که میدانیم همه ما که در مسافرت است که هر کسی اون صفات و اخلاق خودش رو بروز و ظهور میده و میتونیم اونها رو درست بشناسیم. خب بحث ما در همینجا خاتمه پیدا میکنه و خلاصه بحث در قسمت آخر این شد که چون نسبت به دوست و صدیق اون چیزی که از او توقع میره این هست که در امر به اصطلاح دینی یا دنیوی یا در شدائد و سختی ها یار و مددکار همدیگه باشین، وگرنه دوستی بی‌معنی خواهد بود. پس دوست رو در این سه قسمت میشه امتحان کرد، و اگر اینها رو دارا بود دیگه در نگه داشتن و حفظ و به اصطلاح پاسداری از این دوست و از این صداقت باید پایداری بکنیم و قدر این چنین صدیقی رو بدانیم، که در بعضی از روایات فرمودن که این چنین دوستی مانند کبریت احمر است که بسیار نایاب و کمیاب است. انشاءالله که ما در دوستی های خودمون صادق باشیم و خدای متعال هم دوست هایی که هم به درد دنیا و هم به درد آخرت ما بخورد برای ما مقدر بفرماید. شما رو به خدای متعال می سپارم. خدا نگهدار. Mm-hmm.